تشکر میکنیم از گزارشگر خوب ما هماین افغان که رفته بود به طرف منطقی از شهر کابل دیمزنگ و گزارش بسیار جالب آمده کرده بودن از یکی از چای که یک تداز از هموطنان ما در اونجا جمع میشن به خاطر جان کردن صبحانه به خاطر خوردن نان چاشت و واقعا که یک فضای بسیار خوب و خوشایند دیده می شد و علاقه مندیشان هم ابراز کردن در مورد برنامه صبح زندگی که هر روز بیننده بخش های مختلف از برنامه هستند موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کردیم در رابطه روز جهانی سینما است اگر شما عزیزان هم نظر و دیدگاهی دارین میتونین که همین لحظه سر بزنین به صفحه فیسبوک صبح زندگی صفحه ما را لایک بکنین و نظریاتتان را با ما شریک بسازین نظر همه شما مهربانان بر ما خیلی مهم و ارزشمند است و در ساعت صبح برنامه حتما بخارش میگیریم در قسمت از برنامه هم میخوایم که روی موضوع مهم صحبت بکنیم روز جهانی سینما که چرا به این روز نامگذاری شده کدام تاریخ مصادف است بر روز جهانی سینما و چه زمان سینما وارد افغانستان شده تا حال سینما در افغانستان چه دستاوردهایی داشته در این قسمت از برنامه هم مهمان بسیار عزیز و محترم با ما هستند آقای تیمور حکیمیار معاون شورای عالی هنر و کارگردان فیلم بسیار خوش آمدین صحبتتان بخیر ممنون شما تشکر خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه با خود داریم و خوب است که در ابتدا صحبت های خود را آغاز بکنیم از تاریخچه روز جهانی سینما که مصادف با کدام تاریخ است و چرا به این روز مسما شده ممنون شما برای اولین بار این روز که مصادف با روز 28 دسامبر ای در واقعیتش در سال 1895 اولین فلم که توسط برنردانان لومیر در فرانسه ساخته شد بله. این فلم به نمایش آمد و به این خاطر هم است که این میروز مسما ساختن با این روز روز جهانی سینما که در اکثر کشورها این روز به نام روز جهانی سینما مسما است چرا این روز به روز به نام روز جهانی سینما مسما است به خاطر از اینکه در اینجا با وجود از که شما در جریان هستید بعد از اینکه سال 1824 بر اولین بار کامل فیلم اکا، یا اختراع میشه و بعد از اون 1895 جلسه تحرک با میان مایک سینما آرام آرام شکل میگیره. برادران لومیار فیلم هایی را ساختن که در حدود یک دقیقه دو دقیقه تقریبا ده ام به همی شکل و نقل قولی وجود داره که اولین فلم را که ناساختن به نام آپیاری در باغ بوده و بازن میگن که رسیدن قطار به محلش هست و بعد چندین فلم را البته در ارتباط با مسئله از ای اینا ساختن و اینا عرضه برای مردم و در اون زمان زمانی که اینا فلمان را ساختن اینا به گونه یک نمای مشخص بود به نام <applause> کروزا و میدیم شات و لانگ شات و به حساب و ایده چیزی وجود نداشت بارده بارده. فقط در یک جای کمره را و اونجا ثبتش میکردن و دوباره برای مردم اینا به مستندسازی بوده مستند اگر. تقریبا بگویم که یک آغاز برای آماتور گپی بود یک مفهوم مستند دادن بگویم که این اولین کارهای سینمای جهان با مستند آغاز شده به خاطر اینکه موجه اتورزیات موضوعات دا داستان متن نبوده چون در حدی بوده که اینا میتونن که چون به حساب کات و به حساب مونتاژ اینا گپا نبودن اینا زیاتر کوشش میکردن که پورا بسیار به گونه خرد و کوچک انجام بتن. باید برا بدن و برای مردم نمایش بدن بعد از اون باز در مجموع سینما تا سال بعد از او به سه مرحله تقسیم میشه تحرکات البته بعض بعض کشورهای دیگه هم به وجود میه ما نمیتونیم گفته که در واقعیتش و کسایی که تاریخ نگار هستن نگار هستن نمیتونن مشخصن بازی شوه که در مجموع واقعا امیه برادران و رومیار اولین کسایی هستن که سینما رو به وجود آوردن خاطر که امزمان با تحرکاتی که در فرانسه صورت میگیره در انگلستان و امریکا و بعض کشورهای دیگه هم صورت میگیره که در این مورد انوز نقاط نظر مختلف وجود داره ولی آن چیزی که ثابت هست برای مردم امی روز 28 دسامبر واضح هست بسرخ. بعد از اون باز مکملا با سینما به سه سی مرحله تقسیم میشه یکی دوره صامت هست که دو زمانی که وقتی که فیلم برداری میکنن صامت هست به نام ساوند چیزی وجود نداره به نام صدا فقط تصویر بوده صرف تصویر هست آه. و اینا نمایش میکنه و در اون مدت زمان کمره قسمی بود که توسط دست حرکت آورده میشد شد و تصاویر از روی به حساب در پرده نمایش داده میشد که صح. زیادتر بگونی اندل بازی به حساب چه بود بعد از او باز مرحله دوم از این مرحله فیلم های به از سامت میبرایه و فیلم بگونی آوازدار میشه شد یعنی داخل سیستم داخل می, می که مرحله دوم سینما هست و بعد از او مرحله سیوم سینما آغاز میشه که فیلم های رنگی هم داخل پروسه میشن. و تا امروز خوشبختانه این پروسه ادامه دارم. ولې دا افغانستان نو خپل قولي وجود درکه در سال 1914 و 1915 از طرف سفیر هربن هند برتانوی بر ابي بلا خان یک پروجکټر داده شو او ای پروجکټر زمونه کې بل زونه داده شو اولين در واقع تش اولين صنعت سینمايي چې دخه خاک افغانستان از طریق کشورای دغه میشه امی بودل ولی بعضن متقید به اینه سن متقید به یا سن که اسناد و شواهدی که در زمان 1928 زمان که مولا به اروپا میره اون یک پروژکتور امرای خود میاره وقتی که زمانی که پروژکتور به افغانستان میاره باز برای اولین بار این فیلم در پخمان یک سالون به سینمایی اونجا داشتیم یک حال بود که معمولا موضوعات تئاتر رو جنمایش خورد اینجا نمایش می خواهد. او فیلم در مورد چی بوده و بیشتر کدام موضوع در او فیلم نمایش داده؟ والا او فیلم مشخصا معلوم نبوده که در کدام موضوع وقتی که او فیلم ها فقط من تو گپ از که پروژکتوری که میارن با چند ده. نمایش می اولین بار در پخمان در, پخمان نمایش می خواهد. ولی اولین سینمایی که با در افغانستان ساخته میشه شد سینمای بهزاد بوده. سینمای بیزود بود که او اولین سینمای است که اینا بگونی کلاسیک فیلم مطرح هست ما در مجموع پیش از همین جنگ های یعنی در دهی افتاد اه اه ما تقریبا در حدود 117 سالون نمایش وجود داشت به این نیست که سی... یک 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 سالون سینمایی بوده کلش نه سالون سالون های خرد وجود داشتند. مثلا تریدی بوده و مثلا بعضی فلم چیزای کلان در سر سر کشور بوده که متاسفانه با سر ها در حدود 90 فیصد از مجموعه از این سالون ها از بین رفته مثلا در اکثر ولایت ها میلازم میبینیم که وقتی که جنگ ها آغاز میشه مشکلات زیاد میشه سینما ضربه میخوره سینما سخت زخمی میشه بالهاش بالهایش میشکنه و دیگه از پرواز میماند بله من متاسفانه تعداد سینما ها فعلا هم خیلی کم از در افغانستان که تقریبا مجموعا 16 سینما ما داریم و هم دقیق. در ولایت مختلف از دقیق است. و از این 16 سینما هم که شما پیش را عنوان کردین یک تعداد ازی که در کابل است متاسفانه در ولایت هم بسیار کم هستند و این سینما ها اکثریتش به خاطر ازی که چون فیلم نداشتن و مردم دیگه فرهنگ رفتن به سینما را از دست داده بودن یه این آرام آرام بعضی از بدون سینمای دولتی بنا به تجارتخانه تبدیل شدن بعضا کلوب های سپورتی ساختن بعضا اینا تخریب کردن دوباره مثلا مسائل مکان های تجارتی ساختن که این واقعا یک،, مشکل جدی بر ارتباط موضوعی رفتن فرهنگ سینمایی هم تاثیرات بسیار به حساب بد در اثر سیستم مردمی سر فرهنگ سینمایی به حساب بجا گذاشت از مجموعه مثلا ببینید در شهر کابل اله یکی مثلا سینمای تیموشی است که شخصی هست سینمای پامیر هست سینمای سینمای پارک هست سینمای آریانا هست که در مجموع با یکم سینمای خیرخانه هست که اینا به گونی دولتی هستند و اینا انوز هم اما به حساب فریمشان یا چاپقات چون یا بعضا فیلم های رو نمایش میتن هستند ولی دیگه در مجموع دیگه سینمای مثل آرجو بو مثلا بارستان که حالا مکملن بر ارتباط موضوع <تصفح> یک بخش تجاری اینا فعالیتشون بسیار محدود و حتی هیچ نیست بلد. اگر در مورد کیفیت فلم های افغانی بر ما که کیفیت فلم های افغانی نسبت به سال های گذشته فعلا چقدر خوب شده و چقدر ما کمبودی ها داریم در قسمت تولید فلم های افغانی چون متاسفانه می بینیم که تعداد زیاد از جوانان هستند که اصلا با نام فلم های افغانی آشنا نیستن و اگر ازشان پرسیده شود در مورد فلم های هندی همه هم فلم های هندی را بلد هستند ولی دلیلش در چی است که بیشتر جوانان علاقه ندارند به افغانی و همشان زیاتر هستند تا برای بیرونی ببینه دقیق اجازه میخوایم که یک, یک 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 گذر داشته باشیم در ارتباط به اینکه سینما در افغانستان از کدام وقت آغاز شد <تصفح> برای اولین فیلمی که به نام عشق دوستی آغاز شد در سال 1325 بود و این توسط یک شرکت لاهوری و دو که دو زمان آن سن پاکستان یک جو بودن این آقای این فیلم ساخته شد به همکاری هنرمندان افغانستان و بعد از اون مانند دو قاب که تو، توسط کارگردان خیرزاده بودی آغاز شد اولین فیلم بعد از اون شرایط قسم شد که هسته های افغان در سال 1347 گذاشته شد این اولا امی خود افغان فلم به گونی لابراتوار وجود داشت که زیادتر فلم های اخباری را مربوط به خاندان شاه را اینا نمایش بعد از که ظاهر یک مقدار علاقمندی و دلچسبی نشان میده به این پروسه اساسا موضوع اخباری یک مقدار مستندهای های بیشتر انجام میده و دوره بسیار به حساب بگویم که پیشرفته و دوره بسیار با کیفیت سینمای افغانستان از نگاه کیفیت و از نگاه تولید نه از نگاه البته تولید کم از نگاه کیفیت بسیار بالا بودن در ده دهه 60 بودن پس در زمان ظاهر هم مشکلات بوده یعنی بیشتر فلم هایی که نمایش داده می شوده. ای این فیلم به نحو می که کارکرد دولت را مستند سازی بکنن یعنی کدام فیلم خاص نبوده که نمایش بتن به جز از چند فلم که شما نام گرفتین که اولین فیلمی که نمایش داده شد فیلم عشق دوستی بود کنار از هم بیشتر کارنامه های دولت نمایش دادن. در مجموع در اول امی سیستم خود افغان فیلم که اساس گذاشته بود به نام به حساب در واقعیتش یک 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 یک, یک استدیوی اخباری برای شاه بوده گونا فقط هم فعالیت های که مثلا یک جای می یا مثلا دیگه مناطق از از فابریکا دیدن میکردن یا محلات در مثلا نفتام میکردن اینا بعد از او باز این موضوع یک کمک انکشاف کرد فیلم های مستند شامل از این پروسه شد و بعد از, از او آستاس باز فیلم های داستانی هم داخل از این پروسه شد که ما منظور ما در ارتباط ازی است که فعلا فیلم فل های داستانی پروسه شد و دهه است یکی از دههای است که بسیار کارگردانای بسیار تحصیل کرده داخل خاک افغانستان آمدن دوباره از از بیرون و اینا با میارهای خوب فلمبرداری و سینمایی کار خود آغاز کردن و آرام آرام امی شکل و محتوای فلمسازی در افغانستان در اومده زمان سخت رونق نگرفت. بسیار پس تحول از اون دهه آغاز شد. دهه بسیار خوب بود. اینا با خاطر زیکو میاری بود زمانی که اگر شما میخواین یک فیلم بسازین اول شما دو وقت ویدیو نبود بود بر مثلا هر کسی یک ویدیو رو میگیره می می و میره یک چه یک جمله است اونجا معیارای وجود داشت به گونه نگاتیو فیلم برداری میشد و زمانی که شما سناریو رو میکنین، میکردین کمیسیونای بررسی سناریو بود هر سناریو که شما نشون میکردین دیالوگ خوشو چه انالایز میشد بررسی میشد کمیسیون بررسی از ارزیابی بود سوالات اونجا مطرح میشد بالاخره باز اینا مشاورین برشان در پولیش آدم میشدن و اینا میرفتن به طرف فیلم برداری و در ختم زمانی که این نمایشا تکمیل میشد بعد از ادیت تمام گپ زمانی که ریلیز میشد و در روی پرده باز هم دوستای بود که ارزیابی که بتو مثلا اگر صنای ضعیف می بود ضعیف می بود یا اس ضعیف می بود و در در شد بررسی میشد و اجازه نمیدادن که هر فلم بر روی بازار بره و اونجا دوباره اتاری تک میشد دوباره فلم برداری میشد از قسمت که ضعیف می بود روی از این بود که بسیار کیفیت فلمها ها بسیار بلند بود اومد زمان ولی متاسفانه بعد از جنگ ها شرایط تغییر کرد قانون مطبوعات به با وجود آمد قانون مطبوعات نه و اینجا آزادی بیان مطرح شد بحب. و قبل از سانسور اثر دیگه وجود به قبل از نمایش سانسور دیگه وجود نداره از مخاطر خاطر ویدیو داخل سیستم میشه و تعداد زیاد جوان ها کار میکنه سلامت مورد بسیار مهم و جالبه در مورد تاریخچه سینما در افغانستان و جهان همراه ما بیننده شریک کردین و در آخر می خیم بسیار کوتاه پیامتان داشته باشم در مورد اهمیت سینما و اینکه ما چطور بتونیم سینما را در بین مردم رونق بتیم و دوباره فرهنگ سازی بکنیم خب سینما تاریخ مصور جهان است من جمله تاریخ مصور افغانستان متاسفانه جنگ ها و مسئولین دولت توجه کمتر بر ارتباط موضوع سینما دارند ما امیدوار از این هستیم که به خاطر به بهشود سینما و به خاطر حمایت از این پروسه که تعداد زیادی از علاقمندان و جوان ها فعلا در پروسه علاقمند هستند دولت پلان های مشخص را در ارتباط با این موضوع روی دست بگیره و حمایت از سینما کنه و البته با سینما زمانی که میگیم سینمای با کیفیت سینمایی که واقعا ما رقابت بتونه با سینمای جهان آرام آرام آغاز بکنه با وجود که مشکلات بسیار تشکر. ما داره یک جان تشکر از حضور شما سلامت باشین وقت شما. خوب خوب خوش بختن تشکر از شما هم قدردانی میکنم کنم عزیز و مهربان از اینکه ما را تنها نگذاشتین و بیننده برنامه خودتان صبح و زندگی هستین با ما همچنان باشین تا ساعت ده و از داشته های دیگر برنامه لذت ببرین تا های از دنیای سینما تا های از دنیای ورزش را فراموش نکنین همچنان نظریات شما مهربانان بر ما خیلی مهم و ارزشمند است اگر نظر دیدگاه دارین در رابطه با موضوع امروزی ما روز جهانی سینما پس همین لحظه سر بزنین به صفحه فیسبوک صبح زندگی صفحه ما را لایک بکنین و با دوستانتان شریک بسازین در حال حاضر شما و خبرهای ساعت 9